سلام. این روزها رژیم ولایت فقیه داره پشت سر هم ضربه میخوره. از یک طرف هلاکت آخوند رئیسی و نمایش تحمیلی انتخابات که با تحریم عمومی و نه بزرگ مردم ایران مواجه شد، و از طرف دیگه پیروزی بزرگ مقاومت ایران در برگزاری کهکشان و حمایت‌های بین‌المللی از برنامه 10 ماده‌ای رئیس جمهور مقاومت ایران به عنوان پلتفرم و برنامه عمل آلترناتیو و جایگزین سیاسی شورای ملی مقاومت که موشک سیاسی بود به قلب این رژیم شلیک شد. رژیم در مقابل علاوه بر اقدامات سیاسی و به کارگیری دیپلماسی گروگانگیری برای معامله، به یک کارزار گسترده شیطانسازی و تبلیغات دروغ علیه مقاومت ایران دست زده. خلاصه از این اقدامات و تقلاهای رژیم رو میبینیم. اژه‌ای سردشخیم قضایه جلادان در 6 تیر ماه، یعنی 2 روز قبل از برگزاری گردهمایی بزرگ کهکشان، به صورت علنی خواهان محدود کردن فعالیت‌های مجاهدین شد. قبل از آن در 24 خرداد 1403 قضایه جلادان از یک معامله ننگین خبر داد و اعلام کرد از حمله پلیس فرانسه به مقر اصلی مجاهدین استقبال می‌کنیم. این عملیات به طور زنده توسط ایران رصد می شد. 3 ساعت بعد رژیم لوی آرنور گروگان فرانسوی را آزاد کرد. هفته‌نامه فرانسوی کانار آنشنه در این باره نوشت: آیا آزادی ناگهانی گروگان فرانسوی روز 13 ژوئن موضوع یک بدبستان بوده است؟ در 14th جلسه محاکمه غیابی 104 تن از اعضای مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت ایران در 22 خرداد 1403 رژیم آخوندی از زبان قاضی آخوندک نمایش محاکمه غیابی مجاهدین خواهان استرداد آنها شد. سناریوی ساخته شده توسط قضایه جلادان طی داستان سرایی مشابهی در مورد کودک سربازان مجاهدین در زمان جنگ کویت در سال 1990 و 1991 بود، موضوعی که اساس مقاله فردی به نام غزل گلشیری را نیز تشکیل می‌داد. این مقاله با تیتر ما کودک سربازان مجاهدین خلق ایران، اتهامات بی اساسی را علیه مجاهدین مطرح می‌کرد و با هدف شیطان سازی علیه مجاهدین در تاریخ 20 خرداد در روزنامه فرانسوی لوموند به چاپ رسید. رژیم به طور گسترده مقاله را در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی خود منعکس کرد. انجمن نجات از شعبه‌های اطلاعات رژیم در حساب ایکس خود به زبان انگلیسی در مورد توییت نویسنده این مقاله در تبلیغ مقالهش اینچنین نظر داد: کارت عالی بود، خیلی به تو افتخار می‌کنیم. استقبال سایت‌های وزارت اطلاعات از مقاله مزبور و انعکاس آن تحت عنوان گزارش بزرگ لوموند از سازمان مجاهدین و سوء استفاده نظامی از کودکان، اهداف و کارکرد این مقاله را به خوبی روشن کرد. رژیم سالهاست که داره جنگ روانی با موضوع کودک سرباز رو در رابطه با مجاهدین پیگیری میکنه و هر بار از زبان یکی از عوامل خودش این مسئله رو مطرح میکنه. سوال اینه که هدف رژیم از مطرح کردن این موضوع چیه؟ آیا واقعاً روح و روان آخوندها از بابت سرگذشت این کودکان جریحه دار شده؟ آیا پای حقوق بشر در میونه و رژیمی که ده‌ها بار به خاطر نقض حقوق بشر در سازمان ملل محکوم شده حالا اینقدر دل سوخته حقوق بشر شده؟ به واقع هدف آخوندها چیه؟ ببینید، هدف از اشک تمساح ریختن رژیم برای کودک سربازان مجاهدین چیه؟ هدف منحرف کردن اذهان از یک جنایت تاریخیه. هدف اینه که برگی رو که علیه رژیمه برگردونه به سمت مجاهدین. یعنی چی رو؟ یعنی که اعزام 440 هزار دانش آموز به جبهه های جنگ ضد میهنی، یعنی با پتو پیچ کردن و فرستادنشون روی میدونای مین، همون
سربازایی که به اصطلاح سبزعلی رضایی فرمانده وقت سپاه بهشون میگفت سربازان یک بار مصرف. کمیسیون صلح شورای ملی مقاومت توی فروردین همین امسال فتواهای خمینی رو در رابطه با همین جریان جنگ ضد میهنی منتشر کرد. همینطور اعتراف بی سابقه پاسدار رحیم صفوی رو، یعنی همون دستیار و مشاور عالی خامنه ای، مبنی بر اعزام 1,000,000 دانش آموز به جبهه های جنگ و همینطور فیلمسازی های وزارت بدنام اطلاعات رو که به همراه مزدوراش علیه مجاهدین برای اینکه خودشو در ببره، یعنی رژیمو در ببره از این کار. در فتواهای خمینی با خط و مهر خودش نوشته شده رضایت والدین برای رفتن دانش آموزان به جبهه ها لازم نیست. خمینی برای حفظ نظام با دستخط خودش رفتن به جبهه‌های جنگ شوم و ضد میهنی را مقدم بر هر کاری، از مدرسه رفتن نوباوگان تا مشاغل اداری و خدماتی، وظیفه واجب و الزامی برای همه اعلام کرد. رژیم خمینی استفاده گسترده از 10,000,000 دانش آموز بیگناه ایرانی را به عنوان منبع اعزام نیروی انسانی به جبهه‌های جنگ در دستور کار قرار داد. اکرمی وزیر آموزش و پرورش رژیم خمینی در همان زمان اعلام کرد اولین هدف آموزش و پرورش آن است که تمام قوایش را صرف تجهیز و آموزش جنگی 10,000,000 دانش آموز کند. رفیق دوست وزیر سپاه پاسداران خمینی گفت در سال 62 در عملیات خیبر 57% نیروهای رزمنده دانش آموز بودند. توصیف صحنه صحرای مین و تکه تکه شدن دانش آموزان در روزنامه اطلاعات رژیم در 11 اردیبهشت 1361 بسیار تکان دهنده است. اطلاعات رژیم نوشت بچه ها از روی مین ها می گذشتند و چشم ها دیگر نمی دید و گوش ها دیگر نمی شنید و لحظاتی بعد گرد و غبار که فرو می نشست هیچ نبود. تکه های گوشت و استخوان در گوشه و کنار صحرا، هر تکه‌ای بر سنگی چسبیده. بدنهای خردسال بچه ها تکه تکه، ریزه ریزه و ذره ذره بر اطراف دشت پاشیده. گاه بچه ها پیش از عبور و پای گذاشتن بر مین، پتو بر خیش می پیچند و می غلطند تا تکه ها و پاره ها چندان پراکنده نشوند که نتوان فراهم آورد و به پشت جبهه انتقال داد و بر سر دست ها برد. تا اینجای کار با پروژه اخیر شیطانسازی رژیم آشنا شدیم. نبش قبل کردن طرح شکست خورده کودک سرباز در رابطه با مجاهدین. همچنین گفتیم که رژیم از مهرهای مختلفی برای پیشبرد این جنگ روانی استفاده میکنه. از سایت های وزارتی در خارج کشور گرفته تا امکانات خارج کشوری وزارت اطلاعات. در ادامه برنامه می‌خوایم پرونده مأمور اطلاعات محمد باقر مؤمنزاده با اسم مستعار مزدا پارسی رو که در پیشبرد این خط فعاله بازخوانی کنیم. مأموری که برای نفوذ در ارتش آزادی بخش اعزام شده بود و در حال حاضر در شعبه اطلاعات شیراز به سرکوب و ارعاب خانواده‌های مجاهدین مشغول. محمد باقر مؤمنزاده در سال 1362 به جرم هواداری از مجاهدین دستگیر و به 15 سال حبس محکوم شد. او تا آذر 67 به مدت 5 سال در زندان بود و از همان اوایل بازداشت برید و در زندان با دشمن همکاری میکرد. مؤمنزاده با لو دادن زندانیان مقاوم باعث شکنجه و اعدام تعدادی از آنها شد. من بین سالهای 59 تا 64 زندان عادل آباد شیراز بودم به جرم هواداری از سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران. اواسط سال 62 بود که محمد باقر مؤمنزاده رو به زندان آوردن.
با توجه به اینکه من از قبل میشناختم در فاز سیاسی یک نفر حاشیه‌ای بود و در فاز نظامی هم اصلا فعالیتی نداشت که احتمالاً به دلیل اون دستگیر گستردهی به اصطلاح دستگیر کوری که رژیم انجام میداد اینم دستگیر کرده بودن. وی با ورودش به زندان به بند نشون داد که در همکاری با شکنجه‌گرا و مامور شکنجه‌گرای زندانه، اینم از برخوردهایی که با نفرات میکرد معلوم بود، به طوری که بعد از مدت خیلی کوتاهی به دلیل همین تنظیم رابطه های خارج از معمولی که داشت همه فهمیدن این چه کار است و مزدوران فهمیدن مزدورای زندان و اینو سریع به بنده به طبقه توابین بردن. ورود به طبقه توابین همراه شد با دیگه شکنجه عیانی که میکرد، دیگه روکراس شکنجه‌گر شده بود و همکاری میکرد، دیگه هیچ چیزی نداشت. من دو مورد از شکنجه های اینو میتونم بگم. یه موردش که خودم بودم، که دو بار من خودم شکنجه شدم. به این طریق بود که دست زندانی رو از پشت میبستن، سر اونو تو گلی میکردن و در یه راه روی که حدودا طولش 25 متر 30 متر بود میدووندن، که در کنار راه رو هم مزدورای سپاه ایستاده بودن، مزدورای زندان ایستاده بودن و با چوب و شلاق و چاب زندانی رو هل میدادن به دویدن. خب زندانی زمین میخورد، تو دیوار میخورد که اینا با شلاق بلندش میکردن. خب زندانی که چشمش نمیدید در آخر راه رو که دیوار بود میخورد با شدت به دیوار. این بلایی که به اصطلاح شکنجه که سر خودم اومد، یه موردش محمد باقر آخر راه رو کنار دیوار ایستاده بود، نگفت که دیواره، به عمد گفت بدو، هنوز مونده که من نمیدونستم، با شدت خوردم به دیوار چون نمیدیدم، که خوردم زمین. اونجا در اینجا بود که یکی از شکنجه‌گرا به اسم جمشید عدلو بود، از آخر راه رو بهش گفت که چیکار میکنی؟ تو که دست ما رو از پشت بستی، ولشون کن خودشون بخورن به دیوار. که در جواب شکنجه‌گره گفت که ما خیلی مخلصیم. کلیته برادر دیگه هم بودن که توسطی شکنجه شده بودن. یه مورد دیگرش مجاهد شهید بهمن هوشمند بود، امان الله، و یه درگیری فیزیکی پیدا کرد با این سر همین مزدوریش، که خودش اومد شخصا بهمن رو برد و وقتی بهمن به بند برگشت سر روش خونی بود، لباسش خونی بود، به صراحت گفت که مزدور محمد باقر مومنزاده اینو شکنجه کرده. کلن محمد باقر در شکنجه و چی و به اذیت آزار چی دست کمی نداشت از خود پاسدارا، به طوری که من شنیدم در بیرون زندان به خانواده ها مراجعه می کرده و با تهدید ارعاب اذیت کردن از خانواده میخواسته که بستگان خودشونی که تو زندان هستن به ندامت بکشونن، که این کارش توی بیرون زندان بود. یکی از موارد دیگه همکاری این با گشتای سپاه و دادستانی این بود که تو خیابانهای شیراز میچرخید و به شناسایی و لو دادن مجاهدین میپرداخت که اونا رو دستگیر کنن و بعضا دستگیر شدن، اعدام شدن.
یکی دیگه از کارهای ای که بخوام بگم پادوی ای برای شگرد تلاد اوین سعید شاهسوندی بود. شگرد تلاد بعد از خودفروشیش به رژیم در اوین و همکاریش با لاجوردی به شیراز میاد، در یکی از سینمای شیراز به اسم سینما کاپری بوده که خانواده ها رو به زور جمع کرده بودن که این شگرد جلاد برشون سخنرانی کنه، سخنرانی که نه بر علیه مجاهدین لجن پراکنی و شیطان سازی کنه. یکی از پادوهایی که تعزیه چرخان این موضوع بود محمد باقر مومنزاده بود که من شنیدم یکی از خانواده ها به وقتی اینو دیده شناخته بهش گفته که محمد باقر سکتو هستی، که این فهمیده بوده که اینا شناختنش که دیگه سری میگن در رفته بوده و اون رو که شناختن به باقی خانواده میگن که این کسی که بچه های شما لو داده شکنجه کردن و بعدا اعدام شده. وی از اوایل 1367 تحت نظر علی رضوانی شکنجهگر زندان اوین قرار میگیرد. علی رضوانی از او میخواهد که در پست‌های بازرسی شرکت کند و او میپذیرد. تا آذر 67 وی در پست‌های بازرسی چابهار، معین زهرا، مرداباد و دیگر پست‌های بازرسی رژیم شرکت کرده. پس از آزادی از زندان، رابط او محمد توانا از ماموران وزارت اطلاعات در تهران بوده و محل‌های ماموریتش را مشخص می‌کرده است. وزارت اطلاعات در سال 1370 مومنزاده را در رشته الکترونیک وارد دانشگاه آزاد بوشهر کرد. در دی ماه 1375 یکی از عناصر وزارت اطلاعات به اسم عزیزی با نام مستعار امامی که مسئول اعزام نفوذی در اداره اطلاعات بوشهر بود در ستاد خبری اداره اطلاعات با مومنزاده صحبت کرد و او را برای ماموریت نفوذ در ارتش آزادی بخش در نظر گرفت. در اسفند 75 مومنزاده به همراه عزیزی به تهران آمد و در هتل استقلال با علی صفایی مشهور به علی شل مسئول آموزش و اعزام عناصر نفوذی در وزارت اطلاعات در تهران ملاقات کرد. صفایی که برای ارزیابی مومنزاده آمده بود در مورد ماموریت با او صحبت کرد. صفایی رابط مومنزاده در وزارت اطلاعات پس از طی یک دوره فشرده آموزشی از او تعهدنامه گرفت و در این تعهدنامه نوشت که مأموریت را به میل خودش پذیرفته. در این تعهدنامه همچنین ذکر شده که اگر در حین مأموریت اتفاقی بیفتد مسئول خود مؤمنزاده است. نهایتاً مزدور مؤمنزاده در تاریخ 9 خرداد 1376 برای مأموریت نفوذ به ارتش آزادی بخش ملی ایران به عراق فرستاده شد. مأموریت‌هایی که به این مزدور محول شده بود عبارت بود از جمع‌آوری اطلاعات نظامی و حفاظتی از ارتش آزادی بخش و به طور خاص اطلاعات از قسمت کامپیوتر ارتش. در صورت اعزام به مأموریت داخل کشور، اطلاعات واحد را سریعاً به رژیم برساند. در شرایط بسیار ضروری، مانند شروع عملیات بزرگ یا خبرهای از این قبیل، باید از طریق تماس با سفارت اطلاعات را به آنها برساند. خرابکاری در تجهیزات و تأسیسات ارتش آزادی بخش. توطئه گسترده وزارت اطلاعات رژیم برای نفوذ در ارتش آزادی بخش در یک گزارش تفصیلی به تاریخ 11 اسفند 1376 از سوی مدیریت ضد اطلاعات ارتش آزادی بخش افشا گردید و به اطلاع هموطنان رسید. مومنزاده نیز در این گزارش که در نشریه شماره 380 مجاهد در 11 اسفند 1376 و کتاب کارت‌های سوخته وزارت اطلاعات آخوندی در مرداد 1381 منتشر شده است، در لیست مزدوران افشا شده است. وی در رابطه با ماموریتش می نویسد این جانب محمد باقر مومنزاده فرزند منصور متولد 1344 11 23 متولد 23/11/1344 در شیراز دارای شماره شناسنامه 1373 صادره از شیراز اعتراف می نمایم که توسط وزارت اطلاعات رژیم خمینی به منظور جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات سیستم کامپیوتری سازمان خرابکاری و ضربه زدن به ارتش آزادی بخش فرستاده شده بودم.
پس از آموزش‌ها و توجیهات مزدوران اطلاعات رژیم خمینی در بوشهر و تهران به ایلام فرستاده شده و در تاریخ 8/3/76 از معبر سنگر نادر در استان ایلام به داخل خاک عراق فرستاده شدم. در عراق خود را به عنوان هوادار سازمان مجاهدین خلق به مقامات و مأمورین عراقی معرفی کردم. اکنون به خیانت خود پی برده و از مجاهدین طلب عفو و بخشش دارم. با پیشینه مومنزاده و مسیری که برای نفوذ به ارتش آزادی بخش طی کرده آشنا شدیم. خوب همینجا یادآوری کنم که آخوند علی فلاحیان وزیر اطلاعات وقت رژیم در 18 خرداد 74 گفته بود نفوذ در تشکل‌های سیاسی ضد انقلاب یکی از هدف‌های وزارت اطلاعاته و در این زمینه وزارتخانه موفق شده عواملی رو به داخل این گروهک‌ها بفرسته. اما چرا این مأموریت‌ها با شکست مواجه شدن؟ علت رو از زاویه رژیم بشنویم. ناصر رضوی از سردشخیمان دستگاه اطلاعات امنیتی رژیم است. وی میگوید که 30 سال در اطلاعات سپاه پاسداران سرکرده بخش التقاط و سپس در وزارت اطلاعات از مدیران اداره کل التقاط بوده است. رضوی در مصاحبه‌ای علت شکست مأموریت نفوذی‌ها را نداشتن ارتباط عنوان کرده بود. وی میگوید یکی از معضلات همیشگی ما ارتباط با کسانی بود که در قرارگاه اشرف نفوذ داده بودیم. این افراد اصلاً قادر به ارتباط با ما نبودند. اصلاً شدنی نبود. از شکست مأموریت نفوذ بگذریم و ببینیم که ادامه ماجرای مزدور نفوذی مؤمنزاده چی بود؟ خب سرنوشت محمد باقر مؤمنزاده هم درست مثل بقیه مزدوران بود. اینم از زمانی که اومد به عراق، خب درخواست پیوستن به ارتش آزادی بخش داد و همون موقع ولی مورد شک قرار گرفت. در نتیجه اون خودش که متوجه شد که خلاصه اون ماهیتش داره لو رفته، اومد در مقابله ضد اطلاعات ارتش آزادی بخش اعتراف کرد به مأموریتش و خب مجاهدین بخشیدندش و مورد عفو مجاهدین قرار گرفت و پس فرستادنش به نزد اربابانش توی ایران. اما آیا مزدور محمد باقر مؤمنزاده از شکستش در این مأموریت و عفو مجاهدین درس عبرت گرفت و به جای سیاهی و تباهی آخوندها مسیر دیگه رو انتخاب کرد؟ آیا بعد از این رسوایی و اعتراف نفوذی بودن کنار کشید و پی زندگی خودش رفت یا به عکس مسیر دیگه رو انتخاب کرد؟ گزارشی در این مورد. پس از جنگ دوم آمریکا و نیروهای ائتلاف در عراق، رژیم تمام تمرکز اطلاعاتی امنیتی خودش را علیه تشکیلات مجاهدین به کار گرفت تا تشکیلات مجاهدین را متلاشی کند. رژیم در این مقطع شبکه‌ای از خائنین و بریده مزدوران و عوامل اطلاعاتی انجمن نجاست هر استان را طراحی کرد. نقش این انجمن وزارتی سرکوب خانواده‌های مجاهدین و تهدید و تطمیع آنها در خدمت این هدف بود. در شیراز مزدور نفوذی محمد باقر مؤمنزاده که پس از بازگشت به ایران به دامان وزارت اطلاعات برگشته بود این مأموریت را عهده‌دار شد. وی از آن پس برای پیشبرد این مأموریت خود را عضو سابق مجاهدین معرفی می‌کند تا نرخ خود را بالا ببرد. او با نام مستعار افخمی با خانواده‌های مجاهدین تماس می‌گرفت و آنها را برای همکاری با وزارت اطلاعات تحت فشار قرار می‌داد. وی که در دهه 60 عامل زیر شکنجه رفتن بسیاری از زندانیان و دستگیری آنها در پست‌های بازرسی بود، هم‌اکنون به شیوه نعل وارونه مدعی حقوق بشر شده و سنگ دفاع از خانواده‌های مجاهدین را به سینه می‌زد و می‌گفت شعار ما قوام سبز خانواده است. همان خانواده‌هایی که بسیاری از آنها را به جرم هواداری از مجاهدین به شکنجهگاه و اعدام فرستاده بود. فعالیت‌های این مزدور به عنوان گردانندی انجمن نجات وزارت اطلاعات شیراز در کتاب انجمن نجات رژیم از انتشارات سازمان مجاهدین خلق ایران افشا شده است. در این کتاب آمده است
بنابر گزارشاتی که از هموطنان داخل کشور به دست آمده، مزدور مؤمنزاده با شماره تلفن موبایل در انجمن نجات 91 71 136 274 و شماره تلفن اداره مرکزی نجات 83 03 726 همکنون با نام مستعار افخمی به خانواده ها مراجعه می کند. وی که تلاش کرده تغییر قیافه نیز بدهد، مسئولیت انجمن نجات در استان فارس شیراز را بر عهده دارد. عوامل اطلاعات تحت پوشش این انجمن در شیراز و شهرهای اطراف مرتباً به خانواده‌های مجاهدین زنگ می‌زنند و به انواع شیوه‌ها جهت تهدید و ارعاب آنها برای به همکاری کشاندن متوسل می‌شوند. در تاریخ 8 مرداد 1384، یکی از سایت‌های وزارت اطلاعات در گزارشی که از خیمه شب‌بازی اطلاعات در شیراز درج کرد، گزارش داد خانواده‌های افراد دربند مجاهدین امروز در دیدار با سران عشایر عراق در شیراز بر اخراج نیروهای سازمان مجاهدین از عراق تاکید کردند. در این دیدار که در سالن اجتماعات هتل پارس شیراز انجام شد، آقای محمد باقر مؤمنزاده مسئول انجمن نجات شاخه شیراز ضمن بیان سابقه خود به معرفی انجمن نجات پرداخت. وی ضمن بررسی شرایط سازمان مجاهدین خواستار اخراج آنان توسط دولت عراق شد. مزدور محمد باقر مؤمنزاده بعد از اینکه انجمن نجات شعبه فارس رو راه‌اندازی کرد، خب تا همین الان پشت صحنه تمامی اقدامات وزارت اطلاعات بر علیه مجاهدین بوده و نقش داشته. حتی قبل از اونم توی نمایشی که به اصطلاح دادگاهی که تشکیل داد رژیم، همراه با سایر مزدوران مدعی حقوق بشر مجاهدین شد و همون موقع و همونجا خواهان محاکمه رهبری مجاهدین شد. بعد از انتقال سازمان یافته مجاهدین به آلبانی، رژیم رو آورد به مزدورسازی توی این کشور و توی این رابطه سرمایه گذاری کرد و به اصطلاح پول زیادی هم خرج کرد تو این رابطه و خب تعدادی هم برد ایران. توی سفری که تو این رابطه فراهم کرد، ابراهیم خداونده مزدور پا به پا همراه این مزدورا بود. این سفر علاوه بر اینکه یک تور خب سیاحتی خیلی گران قیمت بود، در این حال مصاحبه ها و ملاقات هایی رو فراهم کرد با اعضای شعبه های انجمن نجات تو ایران برای اینا، من جمله همین مؤمنزاده تو برنامه‌ای که توی شیراز براش ترتیب داده بودن شرکت کرد. تو همین رابطه پرس تیوی شبکه خارج کشوری رژیم اومد یک فیلم مستندی رو از همین سفر تهیه کرد که هدفش اساساً این بود که بتونه مزدورای بیشتری توی آلبانی جذب کنه. در ابتدای برنامه از اتهام کودک سرباز در رابطه با مجاهدین صحبت کردیم و دیدیم که رژیم برای پوشوندن جنایت‌های بیشمارش در حق نوجوانان و نوباوگان این مرز و بوم تلاش می‌کنه اتهام کودک سرباز رو به مجاهدین بچسبونه. حالا ببینیم که نقش مزدور مؤمنزاده در پیشبرد این خط چیه. مزدور مؤمنزاده در انجمن نجاست فارس و شیراز در ارتباط با مزدور محمد رضا ترابی، امیر یغمایی و عاطفه سبدانی به صورت تمام وقت روی این توطئه رژیم متمرکز بوده است. وی قبل از انتشار مستند جعلی کودکان کمپ اشرف خبرهای آن را منتشر می کرد و برایش بازارگرمی می کرد. مسیری که این طیف از مزدورها طی می کنند خب یک مسیر کاملا شناخته شده ایه. سرنوشت محمد باقر مؤمنزاده این هم مشابه همون همپالکی‌هاش مثل مزدور مرتضی عارفانی و
همون مزدور نفوذی ایرج مستاقیه، یعنی زندانیایی که توی زندان نکشیدند و خلاصه تاب نیاوردند و اقدام به خیانت به سایر زندانیان کردند. توی این رابطه خب دست به جاسوسی زدن علیه سایر زندانیان و با دشمن کمال همکاری رو کردن. بسیاری هم خب از این زندانیان رو، زندانی مقاوم رو به شکنجگاه ها و جوخ های اعدام راهی کردند. به این ترتیب خب دست اینا توی خون شهیدانه و طبعا اینا با ادامه دادن این مسیر خیانتبار بار یک عمر زندگی با ننگ و ذلت و خیانت رو روی دوش خودشون هم خواهد کرد و اینه اون سرنوشت گریزناپذیر. خب دوستان، به پایان برنامه امروز رسیدیم. در این برنامه تلاش کردیم شیوه کار و بخشی از فعالیت‌های مزور محمد باقر مؤمنزاده رو با هم مرور کنیم. با این امید که برنامه امروزمون مورد توجهتون قرار گرفته باشه، همه شما دوستان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون باشه.